به کجا چنین شتابان، به کجا چنین شتابان. بله بله جناب آقای مهاجر، من فکر کنم حداقل 30 هکتار باشه. میفرمایی قولنامه کنم؟ البته این یارو برای اینکه معامله سر بگیره 10 تومن میخواد، من که ندارم. یعنی میفرمایید منم باید پول بذارم؟ بله بله فرمایشتون متینه. بله بله گوشی میبینی این فرزا چی گندی زده؟ به مهاجر میگه ما هم باید شریک بشیم. آخ مگه قرارتون این بوده؟ حالا فرزاد چیزی گفته؟ منصور اصلا زیر باره این حرف نریان. بیرو در واسه بگو من اصلا نمیخوام شراکت بکنم. یواش در بابا یواش. خب یواش که میخوای بده من با خودم بهش بگم خجالت میکشم. نه بابا من خودم میگم. بگی بشین خودم بگم. خواهشان شکر تو این یکی مورد زیاد دخالت نکن. این یارو فکر میکنه من آدم خیلی مقتدریم. نیستی؟ هستم. مسلمه که هستی. بس بشین سر جات. منصور معذرت میخوام. ببخشید بابا اون اسباب بازی نیستن. 2 ساعت یارو رو پشت خط نگردشه داره چی میگی؟ بله 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 میفرمایید جناب آقای مهاجر. مثل که پشت خطی دارم. با سلام آقای مهاجر، مخلصیم آقا. حالتون چطوره؟ پشت خطی تا آقای مهاجره؟ پشت خطی تا آقای مهاجره؟ آره عجیبه. نه عجیب نیم. کارای تو عجیبه. اصلا ما پشت خطی داریم. خیلی دیرم شد شکر. یا آقا منصور نفسه در بفرما. میگم وقتی خود یارو داری میگه یه دوزاری هم نمیخواد شما سرمایه گذاری کنین، تو چه اصراری داری منصور؟ بابا خطرناکه همه. من دارم بهت میگم من همچی میگی سرمایه انگار 1 میلیارد پول میخواییم بذاریم. بابا یه چندرغاز پول داریم میخواییم بذاریم تو کار دیگه. خب بابا همون چندرغاز هم بد میتونه برای ما کارساز باشه. خب میتونم اینو برای راحت و آسود برای وحید برای عروسیش خرج کنم. خانم این تفریه رو بدبخت نکن. بابا بذار با پولش با کار بکنیم. آخه میخواد زن بگیری که چی بشه؟ مگه من زن گرفتم چه گلی به سرم زدم؟ یعنی چه گلی به سر تو زدم؟ اینه من حالا که هیچی. ولی امیدوارم از این بعد یه 2-3 تا شاخه گل خرزهره برای من بالاخره. از این به بعد شکو خانوم هر چی میل بفرماین هر چی بخوام بنده فراهم میکنم. ببین چی بهت میگم شکو. ببین اگه همه سرمایه و مال آقای مهاجر باشه من فقط میشم یه مدیر کل و بس، یعنی یه حقوق بگیره بخوره نمیر میشه. ولی اگه ما سرمایه بذاریم سود بیشتری میبریم، موقع میتونم بیشتر برات خرید کنم. خب آره. راستی ببینم از بچه ها چه خبر؟ کدوم بچه ها؟ بچه ها چه کار کردن؟ پول بول جور کردن؟ همین فرزاد. این فرزاد کلش کار میکنه. اگه بیاد وسط کار، یعنی بیاد تو کار، خیلی خوب میشه شکو. خب کلش کار میکرد که کفشاتو تو اداره جفت کرد. اون کفشای منو جفت کرد. اصلا نمیخواد. بهش میگو حق نداری بیاد تو کار. کفشاتو جفت کرد. من رفتم. به سلامت. میخواد مدیر کل بشه. آقا من باید به تو سلام کنم؟ یک بارم شما به ما سلام بکن. چی اشکالی دارد؟ پر رو شده. اینا چیه؟ گل است. گل نداده ای؟ میگم مالی کیه؟ شما مگی اینا چیه؟ منظورم همین بود. اینا چیه با اینا کیه خیلی فرق میکنه. یک معنا دارد. برو برو به کارت برس بابا. برو. اینا مال مادر است. روز مادر رو میخوام بیرم تبریک بگویم. روز مادره؟ مثل که تو 2 ماه یعنی 1 ماه تو زندگی عقبی. 1 ماه پیش بود روز مادر. باشی بر یک فرزند نیک هر روز روز مادر است. منصور کیه؟ اگر مشود من را نیز شریک کن با خود. پول داری تو؟ پدر قول داده است که مرا مساعدت کند، مدد کند، سهامی به من دهد. ببینم کی دیدیش؟ 1-2 ساعت پیش که رفته بودم بیشتر سر بزنم خود این را به من گفتن. این گلها را نیز از باقی فیدر چیده. ببینم تو سرایداری مایی یا باقبون مهاجری که هر روز پا میشه میری اونجا؟ شنبه سرایدار کلبه یا مهری مادری است.
و باغبانم محبت گلهای پدری. داری چهر میگی؟ برو بابا برو به کارت برس. اگه پول داری برمیداری میاری میدی به من، من شریکت میکنم، فقط هم به من پول میدی. برو به کارت برس. بده اون لیست اون لوازم کجاست؟ لیست لوازم کجاست؟ تلفن داری؟ کیه؟ از اتحادیه وصل کنم؟ آه وصلش کن. خب من این لیست رو بذارم اینجا که یادم نره. الو سلام قربان، مخلصیم، خواهش میکنم اختیار داری؟ قربونت برم. بله بله، در مورد همین پروژه‌ای که صحبت کردم قبلا. بله آقا ارزاوره. بله بله، نه من فقط انتظار دارم که اتحادیه از این شرکت واقعا چیز کنه، حمایت بکنه. دست شما درد نکنه، قربونت برم، من منتظر تلفنتون هستم. خدا پیش شما. آقا این چیزه کجاست؟ اون پاکتی که من گذاشته بودم برای پست کجاست؟ جناب رئیس، جناب رئیس، باید حتما یه چک 12 میلیونی بکشی برای خرید اون دستگاه جوی کشی. خب خیلی واجبه. خب من الان دست چکم تموم شده. حالا یه چکم بدین برای خرید مبلمان. اون رو من میدم. یه استلام حتما بگیرید. موقعی که زمینه دارید معامله میکنید حتما یه استلام بگیرید. اتفاق. این کارا رو من باید خواهش می‌کنم بلند شید. باز شما اینجا نشستی؟ و چند بار بگم ارباب وجوبت کارشو زود انجام بده و بره. اونو بذار، اینو بذار اونجا، اونو بذار بله اونجا که یادتون نره. برای معلومه اینجا چه خبری؟ قربونت برم کار داریم، بذار به کارمون برسیم. جناب رئیس. بله جناب رئیس. عرض کردم بله. با شما نیست فرزا جون، خودتو قاطی میکنی دیگه. جناب رئیس این برگه های مناقصه است، بعد سریع امضا کنی که من ببرم. دست درد میام، من دنبال همین میگردم. شما دارید چی کار میکنی؟ کارهای اداره رو ول کردید، دارید چی کار میکنید آخه؟ بیا برو بابا. اینا رو هم دست بله آقا. یعنی انقدر گیر بعد فرزا جون دیگه، بس به کارامون برسیم. آقا بذار اینکه انقدر قور میخواه بزنی یکم بیا کمک کن، اینجا سرمون شلوغه. بشین اینا رو همه رو وارد کن. جناب رئیس، جناب رئیس، با عزتتون من برم این برگه های مناقصه رو بدم تا دیر نشده. بشین آقا. آقای خاک تو اوس از شما بعیده. یعنی چه این کارا؟ یعنی چی نصرابتی؟ اینجا من رئیسم. فرزا جون شلوغ نکن، قربونت برم. ما مای 200 تومن همش به ما حقوق میدی، میخوای اینجا برات معلم هم بزنی؟ آقا رئیس من موندم اینجا، این کارو منو کی باید انجام بده؟ بابا چی می‌بینی سرمون شلوغه؟ برو هفته دیگه بیا. بابا چند روزه من دارم میرم و میام، هیچ کس نیست. من نمیدونم کی باید این کارو منو انجام بده. بابا مزاحم نشو برو. گیر میدم. من سوپار همه این کارا رو من از چشم شما میبینم ها. اگر من گزارش کردم هیئت مدیره از من دلگیر نشید ها. دلگیر نشید مسعود. برو هر کاری دوست داری برو انجام بده. اون هیئت مدیره رو با یه امضا این بر اون برش میکنم. برو بابا، برو به دایی تم بگو فردا بیاد اینجا کارش دارم. برو. من به دایی میگم بیاد اینجا؟ نه پس من برم اونجا. برو بلند شو برو ما بزن به کار. برو بده اینکه اینجوری نشستی بیا اینا رو ببر پست کنه، اینا رو برای من پست کن، همه رو با سفارشی بکن. برو بسو خود چشم. برو من چشم. یه زنگ باید بزنم کار دارم دیگه. برو بابا شما شما رئیس بس من الان میرم بونگای راجع به اون زمینای صحبتی کنم. خب مامان دستتون درد نکنه. نمیدونم اصلا چجوری جبران کنی. سرت درد نکنه مادر، همین بود دیگه. حی حاضر منصور که نمیذاره پول پیش آدم بمونه که. این یه مقدار پول من پس انداز کرده بودم، یا اگه روزی به روزگاری خواستم برای وحید دست بالا کنم و سر و سامونش بدم، پول داشته باشم خرجش بکنم. آخه خب اونه که من خودم بذار سفر برگرده، همه جوره هواشو دارم. تو نمیخواد هواشو داشته باشی، نه تو دست... فقط اصل پوله به من بده. چشم. بقیهش پیش کشید. اول باید شرکت البته به سودرهی برسه. من چشم حتما این کار رو میکنم. حامد هیچ وقت لطفتونه فراموش نمیکنه. بگو که فراموش نمیکنه. درسته واقعا فراموش نمیکنم لطفتونه. خیلی ممنونم. ببین بیا اینا رو تو بشمار. سلام آقا منصور. سلام. ایمای سلام بابا. سلام رانو، خسته نباشی. خوبی؟ ممنون، مرسی. چه خبر؟ خیلی ممنون. خسته چیه خانم؟ چی میگه؟ آدم وقتی واسه خودش کار میکنه یه حال دیگه ای داره. من عمرمو بی خود برای اون و اون تلف کردم. کاش از اول خودم شروع میکردم. شکو. خب چطوری رانو؟ تو چطوری؟ منصور جانم. عذر میخوام. منصور جان، این واقعا دارایی ماست. یعنی تمام تلاش و ثمره سالها زحمت من و رعنا در کنار همدیگه است
که تقدیمش میکنم به شما. چقدر هست؟ این چقدره؟ مامان چقدره؟ این 3 میلیون تومنه. سه میلیون تومنه بله. خیلی پاش زحمت کشیدیم ما، این یه مورچه همینجور ذره ذره جمع کردیم تا اینا شده. البته مثل دو تا مورچه که در کنار هم دیدین اینجوری برنج میذارن یا این مورچه ها این به برگ و اینا رو میذارن رو سرش اینجورا میرن یا برنجو دقیقا مثل اونا میمونیم. آره ثمره یه عمر تلاش و کار و واقعا میدونی ثمره یک عمر تلاش و زندگی من و رنا چجور بهت بگم به بار نشسته و ما تونستیم یعنی در آینده خواهیم این درخت تنومندی که پر از بار میوه رو پرورش بدیم و درختی مثلا فکر کن مثل سیب بکن تمام اینجا سیب و این سیب سبز ترچه هایی که یه دونش میچینم ببینم اینا کرموه ها. نه آخ اینا رو میدونی سال گذشته ما باید سمپاشی میکردیم ولی آخر سلامت ببین یه سبد هم بده واسه مامان. نه مادر جون ما احتیاج نداریم، اونا رو سایه خوش کنیم به درد زمستونتون میخوره. دوست ندارم. باشه اجازه بده من ببین الان فکر کنم حالا این جای درخت شادو خودت که گفتی شام میام کباب بخوای درست بکنی. بذم من برم بالا. خب تعطیلم دیگه. شانس من بدبخته. نه از بچه شانس آوردم، نه از داماد، نه از شوهر. به من چرا گیر میدی؟ ببر. دخترمون هم بدتر از میگم. میگم منصور جان تو که داری این همه چک میکشی یه چک هم بکش یه ماشین بخریم باش بریم بیرون یه گشت و گذاری برای خودمونا. حامد جان عزیزم اینا پولای پروژه است منصور خان. شما البته راحت باش، شما راحت باش، اینقدر حرف بی خود نزنید به کارتون برسی بابا. سلام آیریس. تو معلوم از کدوم گوری هستی؟ یه سب رفتن 4 ساعت بعد طول بکشه؟ به من چه ربطی آقای رئیس؟ مقصر این فرزاده، گفت سرات مرداریه مثلی بزن. آقا فرزاد 100 دفعه به شما گفتم کارهای شخصیتونه بذارید بعد از وقت اداری، اینقدر بی خودی وقت کارمندهای منو نگیرید. منصور خان چشم پدر من، آخه ما کارمون همینه، ما آخه کار شخصی که نکردم، ما درست نیست کارای اصلیمون رو پشت گوش مندازیم. منصور جان عزیزم حالا از مرغداری چه خبر؟ ولمون کن بابا، کدوم مرغداری؟ روزی 1000 تا جوجه داره اونجا تلف میشه، شده قبرستون جوجوها. یعنی چی؟ یعنی جوجه ها دارن میمیرن؟ بله بله متاسفانه 1000 تا 1000 تا دارن میمیرن. حامد این حرفا چی؟ یعنی چی؟ کجا؟ بشین آبا ماما بشین. من خب منصور خان برم ببینم آخه داره چه اتفاقی میفته ببینیم چه خواهی. بشین سر جاد، گفتم بشین سر جاد، کاراتونو میذارید بعد از وقت اداری. منصور خان داریم به خاک سیاه میشینیم آخه. آقا در شرکت تا ساعت 4 میبندید، هیچ کس رو به هیچ عنوان نمیذارید قبل از وقت اداری شرکت رو ترک کنه. اطاعت هم قربا، امری ندارین؟ نه فعلا امری ندارم، برو بشین. فرزان یه ذره احساس مسئولیت داشته باش عزیز من. اخلاقی جون تنهای تنها خسته یا خسته غم روی شونه هم نشسته بغضه ی حسرت چی باقی ثابت چشمم رو بی فردا بستم بر روی موج خندی هایم رحم سیپارم تو دستایم من پهن کردم نبضی خودم را در شاهراه گامهایت من پهن کردم نبضی خودم را در شاهراه گامهایت رفتی پدر جان اما نداده دلم شکسته قلبم شکسته رفتی پدر جان اما نداده
نده دلم شکسته قلبم شکسته آبشم به بسته بسته دل من خیلی خون کردی بسته تو رو خدا اینجوری نخون آدم میمیره دیگه مادر جان پدر از کف داده حق داری حق داری پدر گوهر نایابی شم به جان رفته پدر جان اما ندیده دلم شکسته قلبم شکسته بمیرم من برای اون دلت دل من که ریش ریش شده بسته دیگه مادر جان به پدر شدن خدا نکنه خدا نکنه این حرفا رو نزن آقا شنبه من در 2 سالگی نیست همی تلخی به پدری را چشیده بودم ولی این بار بسیار بسیار دردناکتر و سختتر بود الهی مادرت بمیره آقا شنبه نکن این کار رو رفته پدر جان اما نده دل دلم شکست باز که تو مرکه گرفتی این زن ساده بیچاره ما رو گیر آوردی را برا براش عشق تمثال میریزی باشه برو به کارت بره منصور چیه؟ پدرش مرده پدرش مرده؟ یعنی چی؟ بهت میگم یه ما تو زندگی عقبی برای همینه بابا این که 2 ساله بود باباش مرده باشه برو به کارت برس معرکه گرفته برای ما اگر بدانی منصور خان چی به سر من اومده از چی خاکی بر سرت شده از تو نیز مثل من زجه میزنی تو سر میزنی بر سر میکنی خاک تو سر خودت بشه همچی بزنم تو اون دهنش دندوناش قرازه بشه منصور میبینی آخه چقدر پر رو شده بگذارید میزنن بگذارید مرا بکشد مادر جان من دیگر نمیتوانم این خیفت خاری تحمل کنم آقا شمبه من دیگر نمیتوانم تحمل کنم بینی چی سیاوازه بینی چجوری هاچیگری داری میکنه خود تو نراحت نکن منظور چه میگوی پدر رم تو رم شمبه بلش از این به بعد منصور مثل پدر توی اینقدر خود تو نراحت نکن اینقدر جیگر ماها رو خون نکن بابا جان هممون رفتنی هستیم فقط یه کمی دیر و زود داره او بسیار زود رفت خوشا به سعادتش خوشا به سعادتش و یک شیاد دیدره بود از بچهش معلومه چی بوده صبح رفتم در و باقی مهاجری میخواستم آنجا را یک مقدار نظافت کنم ششتن کنم هرچه در زدم هیچ فایده نداشت فرصت کردم گفتم آقای مهاجر کجا هست گفتن همه دارایی مال منال برداشت از بوده است همه چیزم را دست دادم دار ندارم هرچی پول پس انداز کرده بودم بوده هرچی داشته بوده داشته بوده مادر جان من چی کار کنم من هیچ ندارم هیچ ندارم چی؟ مادر جان وای وای شکر وای شکر بیا شمه اینو بهش بده بخوره چشم مادر جان بیا این را بخور انقدر به اعصاب خود فشار نیار شکر دیدی چه خاکی به سرمون شد دیدی وای چیکار کنم من که از همان روز اول گفتم مادر جان وای شکر میگم برید یه زنگ بزنید به باغ شاید شیکی بابا میخواست شوخی بکنه نه آقا برو چه شوخی آخه از صبح تاله 100 دفعه زنگ زدم این درب جیگر سوخته آخه پول اون باغبونم خورد و رفته صاحب باغیرم خورد و رفته ببین چجوری مثل مار خوشخط خال اومد تمام زندگیمونو به هم ریخت و رفت الهی از اون گلود نره پایی من چیکار کنم حالا من چگونه این لکی ننگ را پاک کنم آی تو دیگه حرف نزن حرف نزن دارم دیوونه میشن همه مال و ملانی مرا به این بالا کشی دست میخورتی نیمش نیز باقی است چیشی رو من دیگر حرف نزنم چی؟ من پول تو رو خوردم؟ من پول تو رو باد دادم؟ من به اعتبار تو پول به اون نامرد دادم ببینم حالا دیگه شد نامرد؟ ها؟
مادر جان من غمگینم، دل شکستم، من چگونه میتوانم با یه همچین پدری روح نمایان کنم؟ من چگونه سر بلند؟ بس دیگه تو هم اینقدر ننی من غریبم در نیار از خودت. به جای این کارا پاشیم یه خاکی تو سرمون بریزیم. خاکی بر سر کنه چی خواهی به من پولت دیریم؟ پس بلقی نمی چنداز مرا بود. پاشو منصور پاشو، من خودم به اندازه کافی درد و بدبختی دارم. تو را میبینم دیگه، این دلم داره خون میشه دیگه. خورم مرا پس بده، برو مرا پس بده. چه غلطی کردی؟ پاشو ببخشید آقا، منزل منصور جمالی همینجاست؟ مرده قربان، مرده. بفرم ورسش چی؟ ورسش تو این خونه هن؟ شما با ورسش چی کار دارین؟ چکه بیمحل کشته، یکی باید پیداش جورش رو بکشه نقدش کنه دیگه. شما میخوایین چک رو نقدش کنی؟ بله. خب اینجا که چک نقد نمی کنن، باید برید بانک. ما میگیم چک بلا محل کشیده، میگه برید بانک. ببینم مبلغش بالاست؟ 12 تومن. واسه دستگاه جوجه کشی؟ آره؟ بله، شما از کجا میدونی؟ من، نه من همینجوری حد زدم. آخه این بنده خدا نه که تو مرغ و جوجه و این چیزا بوده روی حسابه، ولی شما از برسش هم بپرسید، اینا هم هیچی نداره، همشون مال باختن. ببینم، شما اصلا دستگاه رو تحویل ندادین، پول چی میخواییم شما؟ ها؟ ببینم، شما اصلا اینکه چیزایی میدونین، از کسو کارشین؟ نه، من منظورم اینه که از برسش هم بپرسید همینقدر جواب میدم بهتون، یعنی من همینقدر میدونم. برسش بفرمایید، بفرمایید آقا، بفرمایید. سلام منصور خان. سلام. چه خبر؟ ردی ازش گرفتید منصور جان؟ نه هیچ، هیچ. من که دیگه نمیدونم چیکار کنم، هم کوچه بالایی گشتم هم دوتا پایینیو. تو فقط همین کوچه بالا و پایینی و فقط دنبالش گشتی؟ بابا من همه جا رو گشتم، دیگه خسته شدم منصور جون، بدنم له شد، باورت نمیشه این آدم اصلا آب شده رفته تو زمین. میدونی چیه فدا چم؟ من فکر میکنم یارو مهاجره از اون هفت خطاست، حرفه‌ای و سابقه داره. بهترین راه اینه که چیکار کنیم؟ به پلیس خبر بدیم. نه پلیس نه، به پلیس خبر ندید. با شما چیه؟ چیه؟ تر دستپات می‌نرزه، نکنه خبرایی منصور؟ برای اینکه پای منم گیر آخه. منصور پای شما برای چی گیره؟ بابا جون پای این گیر نباشه پای من گیره. ببینم منصور، نکنه تو باهاش همدستی؟ تو از پشت به من خنجر زدی؟ چی داری میگی؟ چرت پرت میگی؟ بابا من میگم پای من گیره، یعنی من چک بیمحل دادم دست مردم. غیر از ما مرد حسابی، تو تازه باید پول ما رو بدی چون رفیقته. من؟ آره؟ من چرا؟ من چرا؟ به خاطر که ما به اعتبار تو به یارو پول دادیم. بله. من بغض خر خوردیم اگه تو میخواستی ندیم، مگه من به تو گفتم بیا پول بده؟ چی داری میگی؟ منصور خان من یه خواهشی ازتون عاجزانه دارم، به عنوان پسرتون، به عنوان دامادتون. منصور جان لطفاً وارد مقوله توجیه نشید. منصور خان قربون شکلت برم، عقل سلیم آدم حکم میکنه، تا آدم کسی رو نشناخته پولشو ور نداره بده. ما شما رو میشناختیم منصور. ببین فرزاد جون، منصور جون من کاری به عقل سلیم و اینا ندارم، من با عقل خودم کار میکنم، متوجهی؟ من یک ریال رو ازش نمیگذارم. من بابت همین یک ریال میدونی چقدر زرج کشیدم؟ میدونی چند لیتر خون و جیگر خوردم؟ بیچاره شدم تا این پول رو جمع کردم. من از پولم منصور جون نمیگذارم، پولم رو باید بدی. تو میتونی حرف نزنی؟ من که میدونم تو از شکو پول گرفتی، چی داری میگی؟ باشه در هر صورت من پولم رو میخوام. یعنی همه پولمون رو میخوام. خیلی خوب خواهش میکنم. مشتاق کردی بده.
عوض کرده چون تو این رو شده خیلی جوان شده معلومه دیگه پول و مردم رو خوردی بهش ساخته تبول برگل در شدی چون تو جوان شده اصلا خیلی جوان شده چی بخوریم چی میدنم چی من چیز نمیخوام بخورم چی نمیخوام خیلی عوض شده سرد. من اسپرسو میخورم بلدی این چیزا سرد شما چه میخورین؟ تو پاتوق ده اینجا من همیشه پاتوق میزیم پس پاتوق قارتاق هاست سرده بیارم این که رفت چی رفت؟ بابا رفت دیگه کجا رفت؟ میگویم رفت دیگه بابا رفت این یاره تو آش اینجا بابا این کرا نمیگویم بابا مهاجر رفت ایسته کرده اینجا بلند شو بلند شو بابا میگم رفت میگه بلند شو مادر نزایده پول فرخو بخورم آره بگرشت دیگه البته پولم همونه اشتباهی اشتباهی منم بی تقصیرم زنم سر منم کلا گذاشته همه مال اموال منو برداشت در رفت آخه تو اسمتو میذاری انسان تو چند تا خانواده رو پریشان کردی پاشوندی بیچارهشون کردی بدبختشون کردی آبروی منو بردی تو خجالت نمیکشی آخه کی باید بیاد طلب جواب طلبکارا رو بده ها طلبکارای تو به من چه مربوطه منصور جان چه آدمی ها لگت داغونش کنم تو منو بیچاره کردی چه حرفی میزنی شما حیثیت و شرف این آدمو بردی نمیتونه سرشو جلوی داماداش بلند کنه نه سرشو میتونه جلوی فک و فامیل بلند کنه آخه این کار شما درسته درست نیست دیگه درست نیست ببین چی بهت میگم من بیچارت میکنم بدبختت میکنم پولت میکنم اسکناست میکنم آره ببین من پولم کجا بود پول نداری نه پول ندارم بدم به شما منصور خان پس من تو رو بیچاره میکنم بدبختت میکنم آقا منصور اینقدر داد نزن میفتی سکته میکنی ها آخه خانوم من چک دادم اجازه بده منصور جون ببین فدات شم چی دارم بهت میگم ما از شما دعوت نکردیم بیا اینجا تو این مجلس بشینی بگی پول ندارم زنم کلا سرم گذاشت و رفت و فلان حرفا یا پول میدی یا اینکه از اینجا یک راست بری سینه قبرستون انتخاب کن کدومه کی پدر جان عزیزی من بزرگوار من شما را پدر می گفتم من احساس فرزندی شما می کردم من که گفتم نوکر شما هستم خدا را خوش نمی آید همه پولای مرا برداشتید من این را می کشم من این را می کشم این هرچ داره این نداره من بودن پرابلای عزیزی من را برداشتن بودم آقا شنبه تو که این کاری نیستی که این حرفا رو میخوادی به زبونت نیار من ناراحت میشم ها پولشو میخواد شنبه جون قصه نخور همه اون تراولا قلابی بود چی؟ من که بیچاره شدم که من ندونسته چند تاشو خرج کردم قصه رو واقع تو پوزه برو قلابی بده تراویل قلابی برو داده مادر شما شازه بده این من این رو میکشم مادر من چی میگی تو؟ همه دوره ای مره برداشته بردم آقای مادر خواهشم با زندگی ما بازی نکنی این پول ما رو بیار بده پول این بدبخت فلک زده آخه به پول اینم بندی اون گلابی بود خانم اون چه ترابلایی که من دادم ازش گرفتم دیگه
بچم. حالا بگو بینم، یا پول یا قبرستون، کدومه چی؟ قبرستون خیلی راحت ترم. آقا وایسی یه دقیقه، وایسی ببین چی من دارم بهت میگم. مهاجر تو یه انتخاب داری، یک انتخاب، اونم پوله. وقتی پول ندارم کف دستم مو نداره، بیا بکن. خیلی خوب آقا منصور، راحت و آسوده. این آقا فکر میکنن که ما همه داریم با ایشون شوخی میکنیم. آره. یه زنگ بزن پلیس بیاد، وضع اوضاعشو با قانون بالاخره بعد یه جوری روشن بکنه دیگه. خانم آقا من چک بی‌محل دادم، چیکار کنم؟ آقا منصور از چک بی‌محل نترس، اصلا نترس. سر بیگناه پای دار میره، بالای دار نمیره. آقا منصور چی داری میگه؟ خانم من تو یک کیلومتری چوبه دار برسم سکته رو زدم، اصلا به معلومه که به چوبه دار نمیرسم. بابا جان مگه من مردم؟ مگه من میذارم یه مو از سر تو کم بشه؟ همینجوری هم که نیستش که، همه چی حق و حساب داره که. بابا من جلسه رو تموم میکنم. ببین چی دارم میگم، یه پیشنهاد من بیشتر ندارم. یه پیشنهاد چگو؟ پیشنهادم اینه که تمام طلبکارا رو بردارم بیارم اینجا عین زالو بندازم تو جونه این. ولی پلیس نشکو، پلیس نه. آخه من بدبخت پای اون چکار رو امضا کردم آخه. ای بای چیکارش کنیم شنبه؟ چرا بلا مرد تقلبی داده است؟ تیرو بلا هرچی تیرو تیرو بلا هرده هرده هستی تیرو بلا مرد تقلبی داده است. چی میگی؟ بابا میگم چه هرچی این تقلبی داره به من تقلبی داده؟ تیرو بلا مرد تقلبی. ببین چه من هایی سر شما رو دیگه قدامن بکره من ببین حرف بزنه بخور. میدونیم دوست دارم اون موقعی که منصور طلبکارا رو میندازه به جونتون قیافتون خوب ببینم. منصور همتون رو خام کرده، این فکر خودش بود که پولاتون رو بالا بکشه. فکر کرده میتونی ما رو فریب دهی؟ شما عاقل‌تر از این حرفایین. چرا منصور از پلیس میترسه؟ خب معلومه چک بی‌محل کشیده. نه خیر، چون پاش گیره. شنبه اینو خود منصورم میگفت، میگفت پام گیره. راست میگی؟ اگه باور نمیکنین دو ساعت یکیتون برین تعقیبش کنین. تو میخوای ما رو اقفال کنی؟ من که میدانم، ولی تو این را بیدان من بسیار از تو افقدتر هستم. بله دقیقاً، این دوست من یک نیرنگبازیه، یعنی 100 تا نیرنگباز رو همچین میپیچونتشون. یه نیرنگ بهش بزن شم به تو بفهمه. کلاوردار واقعی اونه. باورتون نمیشه؟ خودتون میدونی. شبه از ببینم چه کار میکنی. دوست دارم دست منصور نامد را رو کنی. خیالت راحت باشد، منصور فکر کرده است میتواند برای تو را گل بزند. خود تکلیفش روشم. بر ما نیرنگ میکنی منصور؟ نیرنگ میکنی؟ پاشه یه چیزی بیار بخوریم، گلومون خوش شد. این کلک ها قدیمی شده، میخوای من برم یه چیز برات بیارم که تو دری؟ نه شندم آواز میخونی، صدات خوبه؟ من بله بله. اگر صدات خوبه یه دهن برای من بخون که برای رود سرمایه گذاری بکنم. میخوای آواز بخونم که دری؟ نه فکر کرده. من که نگفتم برو بیرون آواز بخون، همینجا گفتم آواز بخون. یه دهن بخون ببینم. خب چی دوست داری بخونم؟ من هرچی تو بخونی دوست دارم، ولی اگر سنتی بخونی بیشتر خوشم میاد. سنتی که نیم چیز باشه. برا برا دیگه دوست ندارم، برا برا تو را دوست ندارم، برا برا از پیشم برا، نمیخوام صورت تو هی ببینم. دست میزنم. به 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 به. خوب بود؟ خیلی عالی بود. یعنی حاضری روم سرمایه گذاری کنی؟ بله که حاضرم، اما به یه شرط. الان تارای صوتیت گرفته، این نوشابه رو بخور. خب. که این تارای صوتیت که بعضیاش گرفته بیشتر باز بشه. راست میگی، من حس کردم یه مقدار این صدام گرفته. آفرم. مال این چیزا. بذار اینو بخورم، یا آهنگی که براتون میخونم مطمئنم خوشتون میاد. میدونین واقعا ارزش اینا داره که رو من سرمایه گذاری کنید، چون واقعا میدونی استعداد نهفته ای هم که فقط داره همجوری توم جمع میشه، بعد میترسم بترکم. نه این خاطر جمع باشه. ببخشید. خواهش میکنم بخور جونم. برا برا
برابر یه قلوب بیشتر بخور. آره راست میگه داره یه زن سوزونه و بعدم ولی هنو داره تحصیل میکنه. برو بیشترم تحصیل خواهد کرد. میدونی؟ میدونی؟ برو من آخه دروغم چیه؟ بفرمایید تو خواهش می‌کنم. بفرمایید. کلاهبردار واقعی این آقا. نه من. اینه؟ ها؟ نه این نیست. یکی دیگه است. هامه؟ هامه؟ بلند شو ببینم شنبه کجاست؟ این آقای مهاجر کو؟ ببینم چرا راستی راستی رو مسخره کردی. نه بابا مهاجر کجاست؟ من میگم حتما فرار کرده. بیافرین. کجا بریم ما؟ ها؟ محترم کجا؟ ولش کن آخه اینو. کجا آقا من برای چی کلانتری برم؟ من نمیام. من این آقا رو میشناسم پولم هم از این میخوام. آقا بیا بابا. کلا سرت نذاشته که ولش. من با چی جو؟ آقای محترم. همه زورت به این چرا رسیده؟ این نموده که آقا من یه پرندم آرزو دارم تو باغم باشی. من یه خونه تنگ و تاریکم کاشکی تو بیای چراغم باشی. هر جا که باشم من با تو هستم تو باید باشی تا زنده هستم. میگم هر دفعه من میام اینجا این یارو با این صدای نخراشیدش داره میخونه. چرا انقدر میای اینجا؟ من دو سه بار بیشتر نیومدم. جرم چیه؟ دزدیه؟ دزد خودت. دستتو بنداز. بدش کن. فیتیل پیچش کن آقا. منصور جمالی ملاقاتی داریم. سلام منصور. حالت خوبه؟ یکم برات میوه آوردم و کله گنجشکی. بعدم به این مأمور بگو بهت بده. اصلا حالم خوب نیست. تحمل اینجا رو ندارم. یکم دیگه تحمل کن منصور. من رفتم با سابچک صحبت کردم. بنا جنساشون رو پس بگیرم و رضایت بدم. آره. راست میگی؟ آره. دست درد نکنه. تو واقعا یه نعمتی. باور کن شکو یه روز تمام این فداکاری ها و زحمتات رو جبران میکنم. خیلی عذابت دادم نه؟ عذابم ندادی منصور. شکنجم دادی. اینجا من شکو خیلی تعریفی داره کردم. یعنی بچه ها صحبت خانواده شونه کردن. اینه که ضایع نکن. خواهش میکنم. اینجا تعریف منه کردی؟ منصور جون شکو جون وحید راه دورمون دارم قسمت میدم. سر پیری اینقدر منو عذاب نده. اینقدر منو شکنجه نکن. بسه دیگه. چشم خواهش میکنم بیه عصبانی نشو. ببین به چی میگم. اگه یه چیزی بهت بگم بال در میاری. چی؟ این یارو برای نگاه کن. یارو دوشته خیلی باش عیاق شدم. با این عیاقی؟ اینجوری نگاش نکن. این یارو خانزاده است. قراره باهاش یه پروژه شروع کنی. یعنی پول از اون کار و تجربه از من. چطوره؟ سور چرا از رو نمیری آخه تو؟ چرا؟ آخه از یه سوراخ چند دفعه تو باید گزیده بشی؟ این بابا اگه خانزاده بود اینجا چی کار میکرد؟ الان باید پیش زن بچهش بود. خب همین دیگه این چی نمیتونه سرمونو کلا بذاره. نمیتونه فرار کنه چون همش تو هلفتونیه. فکر همه جاشو کردم. کجا داری میری؟ میخوام برم اینا از اینا خواهش کنم، التماس کنم. دو سه سال دیگه تو رو اینجا نگرد دارن که من از دست تو نفس بکشم منصور. این همه دارم با تو صحبت میکنم انگار نه انگار. خسته شدم دیگه از دست تو. شکو خانم شکو. فکر اینجاشو نکرده بودم.